امروز میخوام در روی شک و نافرمانی حرف بزنم. آدم اول شک میکنه بعد نافرمانی. موسیقی. من وقتی شکم شروع شد که پریود شدم، 10 ساله بودم که اولین بار پریود شدم. نمیفهمیدم برای چی باید هر ماه درد کشید. آیا چطور از ایران خارج شدین؟ چرا تصمیم به مهاجرت گرفتین؟ کلا داستان مهاجرتتون چی بود؟ من 2000 در ماه من با ایلا 2015 دیگه اومدیم مقیم کانادا شدیم. یک بار 2013 اومدیم اینجا ولی 2-3 ماه بیشتر نمودیم. خیلی سرد بود، ایران اجرا داشتیم. در واقع باید بگیم از 2015 ما مقیم اینجا هستیم و از راه مهاجرت سلف امپلوید هم اومدیم. یکی از دلایلش هم این بود که خواهرام اینجا بودن، مادرم اینجا بود و همین که اصلا من دلم میخواست که یک فضای دیگر رو تجربه کنم، یه دنیای دیگر رو ببینم، چه تأثیری نداشتم. در واقع اگه دست خودم باشه دلم می‌خواست این اگه امکان مالی اجازه بدهد سالوان دوست داشتم هر سال یه جا باشم، یه کشور باشم، در واقع هر 2 سال یه کشور دیگه باشم. یعنی اینجوری نیست که فقط هدفم اینجا بوده، گرچه خانواده اینجا بودم تأثیر داشت، ولی طب من اینه که کاش می‌شد مثلا 2 سال فلان کشور باشم، 2 سال جای دیگه باشم. خب الان فکر می‌کنم که نزدیک به 1 دهه است که مهاجرت کردید به کانادا و توی مصاحبه مختلف اشاره کردید که دوست دارین که تغییر رو تجربه کنین، به دنبال الان هم اشاره کردین که به دنبال تغییر هستین. بعد از 1 دهه چطور نگاه می‌کنین تغییر رو؟ البته هنوز 1 دهه نشد، 2-3 سال دیگه مونده 1 دهه بشه، ولی خب آره بالاخره زمان با توجه تقریبا 7 سال شده که اینجا هستم. ببین به هر حال راضیم. واقعیت اینه که یه هر چیزی به دست بیاری خود چیزی هم از دست میدی. چیزایی که به دست آوردم احساس آزادیه. الان دارم می‌نویسم دیگه، حتی تو ایران هم سعی میکردم خودم سانسور نکنم، ولی سانسور خودش رو تحمیل میکرد به تو، واسه همین تبدیل میشد یا به خود سانسوری یا سانسوری که از سر اجبار بود. و اینجا هی دارم تمرین میکنم که فراموش نکن دیگه، تو میتونی راحت مطلب مسئلات رو بگی و هر بار تو نوشتم همین خودم رو دارم پیدا میکنم، صدای خودم پیدا میکنم و خیلی تجربه خوبیه. و حالا میگم هر چیز به تصویر چیز دیگه از دست میدی. خب واقعیت اینه که تو ایران من کلی تماشاگر داشتیم، ما کارمون کلی تماشاگر داشت، اون تعداد تماشاگر اینجا وجود نداره. در هر صورت ارزشش رو داشت، چون من بعد از کافی تماشاگر داشتم، تجربه کردم چیزی که میخواستم، همون تغییری که اشاره کردی شما در پرفورمنس همیشه گفتم. من این تغییر رو همیشه میپسندم، فقط در نوشتنم نیست که مثلا این چیزی نوشتم ممکن سالا باید دوباره تغییرش بدم. اینو در زندگی من دوست دارم لحاظ کنم. تغییر حس خوبی من میده، احساس زنده بودن من میده. الان که زندگی حرفه‌ای تو تمام میشه گفت تقسیم شد 2 بخش، کار کردن در ایران و کار کردن در خارج از ایران بعد از مهاجرت، این کار کردن در فضایی بدون سانسور، 2 زبانه کار کردن، برای مخاطب متفاوت کار کردن، اینا چقدر تاثیر گذاشته؟ و خود مهاجرت، خود کشور جدید، فرهنگ جدید چه تاثیر گذاشته روی کارهای شما؟ خب اتفاقی که افتاده، من هر چیزی می نویسم هنوز همینطور هستم، در واقع تجربه گرا هستم. یعنی تجربه گرا به این معنی که درباره چیزی می نویسم که شناختی ازش داشته باشم. مثلا این نمایشنامه آخرم درباره ایرانیان ساکن تورنتو، نمیام مثلا درباره کانادایی بنویسم، چون نویسنده کانادایی بهتر از من میتونه بنویسه. واسه همین با خودم گفتم چی کار باید بکنم که بتونم صدای خودم پیدا کنم. با خودم فکر کردم اگه پس من درباره مسئله یک ایرانی در تورنتو بنویسم یا کانادا، حالا میگم تورنتو چون مکان اینجا تورنتو میگذره، این منو متفاوت میکنه از هر نویسنده‌ای که اگه نویسنده کانادایی هم درباره تورنتو، ایرانیان تورنتو بنویسه، نمیتونه اونجور بنویسه که من میتونم بنویسم، چون منم که خودم اون ایرانی شناخت بیشتری از اون دارم و من نمیتونم اونجوری درباره کانادایی، درباره ایرانی های کانادا بنویسم که اون میتونه بنویسه. واسه همین رفتم سراغ این موضوع و بعد گفتم ویژگی دوم دیگه ای که میتونه ما رو متفاوت کنه کمپانی که ما 2016 زدیم، نهاد استیتر، که بر اساس همون اسم تئاتر این روزا در ایرانه که تأسیسش کردیم، گفتیم چیزی که ما رو باز متفاوت میکنه در تئاتر کانادا اینه که ما 2 زبانه کارش کنیم. یعنی نه مخاطبای ایرانی اونو فراموش کنیم، مثل مخاطب ثابت داریم که اینا
میان از ما حمایت میکنن، هر چقدر تعدادشون کم، ولی بالاخره دوستشون داریم و براشون، یعنی دوست داریم که از ما حمایت میکنن، نمیخوایم فهمشون کنیم و اونا دوست دارن که به زبان مادری کارشون رو ببینن، به زبان فارسی. ما هم دوست داریم زبان فارسی کار کنیم. پس هم این دلیلشه، همین که این ما رو متفاوت میکنه از هر تئاتر دیگه‌ای که داره اینجا اجرا میشه به زبان انگلیسی یا به زبان دیگه. واسه همین این دو جور ممکن بودن، هم به زبان انگلیسی، گرچه ما مسلمان به زبان انگلیسی نمیتونیم به قدرت زبان فارسی باشیم، ولی با خودمون گفتیم که ما مگه تو این کشور به زبان انگلیسی شکسته بستمون نمیریم، خرید نمی کنیم، اگه کارمون را نمیدازیم، چرا پس تئاتر به زبان شکسته بستیم کدوم کار نکنیم؟ واسه من شروع کردم که به انگلیسی نوشتم، کار خیلی دشواری بود و من اصلا با خودم گفتم که میخوام زبانم بشه، میخوام انگلیسی، اولی نوشتم انگلیسی میگه نوشتم و بعد ازش حمایت مالی شد، یعنی گرانت گرفتم بابتش. هرگز در ایران در زندگی هیچ نوشتم که پیشا پیش حمایت مالی شده باشم، ولی اینجا شدم و این آدم امیدوار میکنه به نوشتن بعدی و من واسه این نوشتن دوم رو نوشتم که ایرفورم هست. نوشتم اولم چون چند ملیتی بودن آدم ها نمیشد دیگه فارسیش نوشتن، این معنا نداشت، اصلا بیسش بر اساس زبان بود، ولی نوشتم ایرفورم اصلا درباره ایرانی هست، واسه این بیمعنا بود که من حاله فارسیش هم ننویسم و اصلا اسمش رو حتی عوض کردم، اسم فارسی هست تیمور لنگ، انگلیسیش هست ایرفورم، برای اینکه ترجمه ایرفورم چیز فارسی خوبی در نمیاد و حالا که مترجم کسی دیگه نیست که مجبور شه وفادار باشه، خودم به خودم خیانت میکنم، واسه همین اسم عوض میکنم، حتی دیالوگا گاهی وقتا فرق داره با دیالوگه و میخوام بگم تجربه خیلی لذت بخشیه این دو زبانه نوشتن و این کشف، من عاشق لغتم، عاشق واژه‌ام، واسه همین این که اصلا من میرم یا پیدا، مثلا همین هفته پیش همینجور که نمایشنامه میخوندم این نمایشنامه انگلیسی میخوندم، گفتم آها این به درد این کلمه چقدر خوبه برای نمایشنامه ایرور به من میارم، یا مثلا من برای خودم یک فایلی دارم واژه هایی که فکر میکنم میتونه به درد نمایشنامه هام بخوره، واژه که توجه رو جلب میکنه، اونو برای خودم یک فایل دارم براش که هر از گونه نگاه میکنم. آره خیلی لذت بخشه. تو همیشه برام امن بود، همونطور امن باش، امن‌ترین باش. من نمیخوام مثل بقیه مادرها باشم، دلم نمیخواد برای چیزی که برای درخواستی که باور ندارم درسته امن‌ترین باشم پندار. فکر میکنید وارد شدن و فعال شدن یک زبان دوم برای شما باعث شده که تاثیر گذاشته رو شیوهی که فکر میکنید، شیوه خلق کردنتون، نگاه کردنتون به سوژه و شخصیت پردازی و همه اینا؟ حتما باید این اتفاق افتاده باشه، نمیتونم آگاهانه بگم آره، ولی باید افتاده باشه، چون خود به خود تو وقتی به زبان دیگه ای، مخصوصا وقتی من زبان دوم دارم از انگلیسی، همینطوری که در حرف زدن هممون فکر کنم ساده تر از زبان مادریمون فکر میکنیم، در واقع همینطوری که در زبان دوم ما ناگزیریم ساده فکر کنیم، نمیتونیم پیش دیگه زبان مادریمون رو داشته باشیم، این اصلا رو نحوه نوشتار من تاثیر میذاره. واسه همین مثلا همین ایرورم رو من شروع کردم به انگلیسی نوشتن، ولی یه جایی ناگزیر شدم که باید تحویلش میدادم به خاطر اون مهلتی که داری تحویل بدی متن که براش حمایت مالی شدی، من یه بار دیگه تمدید کردم و دیدم نه فرصت ندارم به خاطر مسائلی که پیش اومد تو زندگیمون و واسه این دیگه شروع کردم یه دوباره رفتم شیفت کردم رو فارسی، اول فارسی یه چیز، بعد دوباره وقتی اومده شد دوباره رفتم به انگلیسی، خیلی از این بر اون شیفت کردم بود توش و هر وقت من انگلیسی می‌نوشتم هم زمان بیشتری بود وقت می‌ذاشتم براش، هم احساس می‌کردم باید ساده‌تر فکر می‌کردم، ولی یه چیزای جالبه این وقت اتفاق افتاد، مثلا من یه یو تو همین خلصه نوشتن یه جمله ساختم که اصلا اینجا نخوندم، دست خودم ساختم انگلیسی و خیلی لذت بخش بود، یعنی یه بازی زبانی زدم، زبان ورزی کش می‌کردم در زبان انگلیسی که زبان مادری من نیست، زبان که اصلا بهش مسلط نیستم، حتی بهش فکر نمی‌کنم، ولی داشتم اونجا در قلم رو به تو دقیق نوشتم، یا رسیده بودم به این چیز که اصلا ترجمه پذیر نبود به فارسی، مثلا این فارسی یه چیز دیگه است، انگلیسی یه چیز دیگه است، خیلی 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 آره رو نحوه فکر کردن آدم تاثیر می‌ذاره. یه شوخ طبیعی من در انگلیسی پیدا کرده بودم اونجا که در فارسی جواب نمی‌داد، مثلا میتونم مثلا بگم چیه، همایی جای میگه there is a pot in your pot، وقتی که پسر یه چیزی میگه پندار مامان اینو بهش میگه، مامان اینو بهش میگه، اصلا تو فارسی به این
جالبیه انگلیسیش نیست اتفاقا، چون انگلیس فرم میگه حرفت یه ولی داره، ولی انگلیسی خیلی خوشگل تره. اینا جالبه، اینا اتفاقی که داره برای من میافته توی نوشتار و منو بیشتر امیدوار میکنه به دو زبان نوشتن و لذت بردن از کشف نوشتن. برگردیم به ایران و اتفاقاتی که داخل ایران میفته. به عنوان هنرمندی که مهاجرت کرده بودیم و خارج از ایران بودین، جنبش ژینا رو چطور درک کردی و چه تأثیر روی کارهای شما گذاشت؟ من بعد از اون چیز نمشتم، این چون درگیرم ایرورم بودم خب، و در واقع جنبش ژینا مقدمه ای داره، قبل از این توی تاریخچه داره خب، در واقع اون فوران جنبش بود خب، واسه همین نمیتونم بگم الان دور تاثیر عجیب غریبی روی نگارش من گذاشت خب، ولی فکر کنم جامعه همه ما نه در نگارش، در جامعه ما راجع به حکومتی که در بر ایران حاکمه گذاشت، هممون دیگه اگه کسی بوده که فکر میکرده میشه هنوز امیدی هست به اصلاح، به نظر من دیگه این امید از دست رفت. این خوبه، یعنی الان دیگه صحبت تغییره با جنبش ژینا رو نوشتن من فکر نمیکنم، چون من که همطور گرفته همش تا خانه تغییر بودم با. پس تأثیر رو همه در فکر کنم به عنوان یک ایرانی کل گذاشت، نه در مورد شخص خودم، نه همه نمیتونم بگم، شاید بتونم بگم، البته بذار اینجوری بگم، من وقتی این نوشتم ایرورد می نوشتم 2021 شروعش کردم، حاصل ترس های من از اینه که چرا در تورانتویی که اومدم من و می شدم اینجا دیگه راحتی دارم چهره هایی می بینم که وابسته به نظام هم. در واقع این باعث شد من نوشتم ایرورد نوشتم، حاصل ترس های من. شاید جنبش ژینا من امیدوار کرد که دیگه نباید بترسم، ولی من نیومدم دیگه نمایشنامه رو تغییر بدم بکنمش مثلا بعد از جنبش ژینا، خب گذاشتم همینجور بمونه، ولی الان امیدوارترم، یعنی اون میگم حاصل ترسونم بود، ولی الان احساس میکنم که اون آدمای وابسته به نظام هستن که باید بترسن، چون دیگه نمیتونن اونجوری ابراز وجود کنن که قبل از جنبش ژینا میکردن. مثلا تو عاشورا، تاسو، اینجا توی تورنتو واقعا نگران کننده بود حضور اونا، ولی فکر میکنم امسال دیگه اینجوری نبودیم بعد از جنبش ژینا دوباره، و این خیلی امیدوار کننده است. بنابراین شاید این باعث بشه من نمایشنامه بعدی بنویسم دیگه حاصل ترسای من نباشه، حاصل امیدای من باشه. از کار آخرتون رو بگین، ایرورم یا تیمور لنگ، الان دارید تمرین میکنید، داستان نمایش چیه؟ تا جایی که میتونید برای ما توضیح بدین راجع به تیم بازیگری رو بگید به همه اونا مقدماتی. ببینید داستان نمیخوام بگم چون لو میره و دوست دارم که تماشاگر ببینه، ولی من همطوری که اشاره کردم نمایشم 2021 شروع کردم و داستانی نیست که بگم تازگی داره، یعنی شبیه ممکنه وجود داشته باشه، منتها من سعی کردم یه المانهایی بذارم که مال خودم دارم، تازگی در جزئیات باشه نه در یک خط داستانی کلیش که نمیدونم زنی یکی رو میبینه که در گذشته اذیتش کرده، با اینجا یک نفر رو ببینه که در گذشته در ایران اذیتش کرده. من رفتم سراغ این که فقط موضوع در واقع تلخ و تاریک سیاسی نباشه، چرا عشق نباشه توی اثر، واسه همین این تناقض بین عشق و مسئولیت، حالا عشق به شکل‌های مختلف، عشق پدر فرزندی، عشق یک دختر و پسر و هم دیگه، همه اینا توی این اثر الان تنیده شده، عشق پدر و مادر به هم و یه گذشته‌ای که رهامون نمی‌کنه و فرسنگ‌ها دوریم از کشورمون و این گذشته همچنان با ماست و باعث آزار ماست و حالا باید چی کار کرد. اینو من 2023 کروز تیتر پذیرفت کار ما رو که بخشی از سیزنشون باشیم و دیولوپش کردیم و الان قرار اجرا بشه فوریه 2024. اولین باری که کمپانی ما داره بخشی از فصل یک کمپانی بزرگی کانادایی میشه، قبل از این ما همشه تو فستیوالا بودیم، من کار ما رو بیم بیشتر وقتا هیچ وقت حدود یک ماه اجرا نداشتیم، واسه همین تجربه که یه خود ترسناکه. واقعیت اینه که تو ایران ما خیلی راحت بود سالونمون پر میره، ولی اینجا ما باید حالا بتونیم مخاطبا رو جذب کنیم، مخاطبه غیر ایرانی رو هم حتی
چون مگه چقدر ایرانی هست که اینجا یه ما اجرا بشه؟ گرچه واقعیت اینه که اگه ایرانی ها بخوان از این کار حمایت کنن 30 شب 180 نفره باید شدنی باشه و امیدوارم این اتفاق بیفته، ولی تجربه های گذشته ثابت کرده خیلی هاشون ممکن اصلا نیام تماس ببینن و امیدواریم که با ما فقط که نمیخوایم تماشاگر ایرانی داشته باشیم، ما میخوایم دوی کشوری هستیم که مهاجری چند ملیتیه، چرا با چند ملیتی در ارتباط برقرار نکنیم و امیدواریم این اتفاق بیفته. اگه نمیتونی بهش مسیج بزنی که اینو بگی اشکال نداره، خودت تنهایی برو، من هیچ چم ناراحت نمیشم، یه بهانه‌ای برای نیومدن من جور کن، مثلا میمونم خونه پادکست هفته بعدمو زد کنم، متاسفانه با پسنده این پارس سر اصلا میتونم به دوست بزنم بگم بیا اونجا. بله بله